من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این از عصر روز 13 آبان ماه 1343 که اطلاعیه چند صدری سازمان امنیت خبر تبعید آیت الله خمینی را منتشر کرد تا 13 سال بعد که اطلاعیه مجالس ترحیم فرزندش سید مصطفی در مطبوعات ایران منتشر شد، ذکر نام آیت الله خمینی رسما ممنوع بود. اما هوادارانش در میان بازاریان، دانشجویان و روحانیان پیوسته با او در تماس بودند. ابوالحسن بنی صدر یکی از همین دانشجویان طرفدار آیت الله خمینی بود که در دوران تبعید وی با او در ارتباط بود. اول تبعید شد به ترکیه و از ترکیه منتقل شد به نجف، به لحاظ این که دولت ترکیه نخواست رو اونجا نگه بداره و علمای قوم و نجف هم به شاه سابق زیاد فشار آوردن، در اینجا موافقت دولت عراق گرفتن و رفت به نجف. در محیط نجف غیر از همین تعداد معدود طلبه‌ای که باش بودن، اونم از ایران رفته بودن، به انزوا بود. خودش هم در مجالس شرکت نمی‌کرد، نه در ختمی، نه در جشنی، نه در عیدی، هیچ شرکت نمی‌کرد، خیلی به ندرت. در اون وقتی من رفتم اونجا، من فکر میکردم از ایران مرتب به او اطلاع میرسه، دیدم نه، مجرای اطلاعش همون اطلاعاتیست که خبرهاییست که از طریق اروپا در نشریات یا در مکاتبات به نجف منتقل میشود. پول و اینا ظاهرم برای او بیشتر از دیگران میرسید، اینجور که ناظرش میگفت، یعنی عاشقعلی خلخالی بود، ناظر این مراجع بود در نجف. او به من گفت که اول بیشترین پول برای او میرسه، اما تماس اونجوری که مثلا خبر بدن و اطلاع بدن و وضع رو بگن نبود. جو نجف غیر سیاسی بود. شاه بر اریکه اقتدار سوار و امید به ثبات و رفاه بیشتر همه جا گیر. در بهمن ماه 1348 آیت الله خمینی رشته درس‌هایی را درباره ولایت فقیه آغاز کرد که فقیهان متأخر به آن توجه چندانی نکرده بودند. در این درس‌ها آیت الله پایه‌های نظری حکومت اسلامی را بنیاد می‌کرد و خود می‌گفت که شاید در قرن‌های آینده کسی به این نظریه تحقق بخشد. یکی دیگر از فقیهان معاصر که بعدها فقه دولت اسلامی را نوشت، آیت الله حسین علی منتظری است که ولایت فقیه را ادامه حکومت پیامبر می‌داند. مسئله ولایت فقیه این یکی از مسائلی است که در مذهب ما هست. اتفاقی فقهای شیعه بوده در جمیع اعصار و این یه چیز طبیعی است. شما ببینید یه وقت ما میخوایم یک کشوری رو اداره بکنیم سبک غربی، بگیم میخوایم ملت رو آزاد بیداریم، ملت میان آزادانه انتخاب کنن افرادی رو بیان، فرض کنید که در مجلس و اینها هر چه نظر دادن نظر اونا مطابق، یه وقت نه، یه کشوری رو بر اساس یک ایدئولوژی ما میخوایم اداره کنیم. فرض کنید که چین کمونیست میگه من بر اساس ایدئولوژی کمونیسم میخوام کشور چین رو اداره کنم. قهرن وقتی که بنا شد بر اساس یک ایدئولوژی میخواد یک کشور رو اداره کنه، بایستیم اون کسی که کارشناس این ایدئولوژی در رأس باشه و تا اینکه این کشور از مسیر این ایدئولوژی منحرف نشه. قهرن وقتی که بنا چین کمونیست بر اساس ایدئولوژی کمونیسم اداره بشه، بلا کمونیسم غلط، اما وقتی که بناس بر اون اساس باشه، ما او رو در دست قرار میدن که کارشناس و متخصص این ایدئولوژی هست، بلا اینکه حالا اون ایدئولوژی غلط ما میدونیم. ما وقتی که بناس میگیم حکومت اسلامی، پس قهرن اون کسی که تصمیم گیرنده نهایی در کشور باید اون ایدئولوژ اسلام باشه و کارشناس مثال اسلامی باشه. و این معنی ولایت فقیه. مسئله عمامه مطرح نیست، لازم نیست عمامه داشته باشه، ممکنه کلاهی باشه، برای کارشناس مسئله اسلام باشه، بر اساس این ایدئولوژی کشور اداره میشه. بنابراین او یه حکم اسلامی بود آیت الله خمینی نوشتن و اینو همه فقها قائلن، منتها چیزی که اسمشو میذاشتن ولایت فقیه، آیت الله خمینی آمدن نوشتن حکومت اسلامی، به فارسی هم نوشتن در ایران یه قدیش سر و صدا کرد و الا شما تمام کتابای فقه که بنده آیت الله بروجردی در این کتاب البدر و زاهد که تقریرات درس من درس ایشونو نوشتم چاپ شده،
همونجا آیت الله بروجردی مثلا ولایت فقیه رو ذکر کردن و فهمیدن از ضروریات اسلام و همینطور علمای دیگه، همین آیت الله گلپایگانی فرض کنید که ولایت فقیه رو قائل و درسیشون گفتن رساله شب چاپ شده راجع به این درس. شیخ انصاری نمیدونم علمای سابق اینا همه قائل به ولایت فقیه بودن، مثلا به لفظ ولایت فقیه میگفتن، نمیگفتن حکومت اسلامی هم چی که دستگاه عصبانی بشه. برای آیت الله خمینی اسمش گذاشت حکومت اسلامی، ولایت هم حکومت دیگه، حکومت اسلامی. به فارسی هم نوشت، یه دفعه سر و صدا ایجاد کرد، مردم خیال میکنن که این حکومت اسلامی رو آقای خمینی اختراع کرده. نه، با اختراعیشون نیست، جزء مسائل اسلامه و آیات و روایات در این معنا دلالت داره. اما به گفته ابوالحسن بنی صدر همه روحانیون تبدیل ولایت فقیه را به حکومت اسلامی نپذیرفتند. اون درسا بناش بر این بود که ولایت فقیه یعنی ولایت فقه، یعنی ولایت قانون، و فقیه هیچ اختیاری جز اجرای قانون ندارد. و در اونجا تمام اصرار ایشون این است که فقها همون ولایت عامه رو دارن جز در ولایت تکوینی که خاص معصومه، بقیه به اصطلاح تصدی امور رو دارن، ولی تصدیشون اجرای قانونه، نه بیش نه کم. بعد از این درس ها آقای خویی درس های دیگه گذاشت و به اصطلاح معروف شد به ردیه بر ولایت فقیه، عنوانش این شد که خیلی ناراحت کرده بود این آقایان رو که ایشون چرا این درس ها رو گذاشته و رد کرده ولایت فقیه آقای خمینی. گرچه به مسائل نظری ولایت فقیه توجه چندانی نشد، اما آنچه بر محبوبیت آیت الله خمینی در میان جوانان می‌افزود، حملات وی به دستگاه حکومتی شاه، مخصوصاً راجع به جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران، حمایت آیت الله از فلسطینیان و حمله وی به امریکا و اسرائیل و سخنانی از این قبیل بود. ملت ایران، ملت اسلام مواجهند با یک قوای شیطانی که بر مقدرات اونها سالهای طولانی است که تسلط پیدا کردند و بلاد مسلمین کم کم به فکر افتادند که خودشون نجات بدند و من جمله ایران است که حالا مدتیش در فکر این است که نجات بدهد خودش را از دست اجانب، از دست خوبای شیطانی، و در این راه رنج ها برده است و چون مقصد بسیار بزرگ است، مقصد نجات یک امت است، مقصد اون است که این بیچاره ها که زیر بار ستم و ظلم اجانب با توسط حکومت های جائرانه، با وساطت سلسله پهلوی جائر در رنج بودند و در عذاب بودند، مقصود این است که نجات اینها حاصل بشد و مملکت از دست کفار نجات پیدا بکند، از دست اجانب نجات پیدا بکند. در واقع دور بودن از ایران به گفته حاج محمد شانه‌چی به آیت الله خمینی آزادی عمل بیشتری میداد. در خارج هم آقای خمینی آزادتر بود برای اعلامیه دادن، در داخل شاید سایر مراجعی که بودن، سایر آقایون روحانیینی که بودن جرأت نمی‌کردن اعلامیه اون چنانی بدن، برای که دستگاه براشون اسباب زحمت می‌شد. آقای خمینیشون در خارج بودن، اعلامیه می‌دادن، دو ترسی هم نداشتن، دو کم کم باعث معروفیتشون می‌شد. و همین معروفیت روزافزون مایه آن شد که شبکه هواداران آیت الله خمینی در میان دانشجویان، طلاب و بازاریان پیام‌های وی را به سراسر ایران برسانند. ابوالحسن بنی صدر که در این سالها در پاریس زندگی میکرد یکی از آنان بود. ایشون پیامشو میخوند برای اینجا اروپا، یکی میخوند برای من، یکی میخوند برای قدزاده، حالا غیر از ما هم به دیگران میخوند، من نمیدونم. اینجا در پاریس اقل برای ما دو نفر میخوندن. از اینجا چند شهر بود که ما با تلفن میخوندیم برای اون شهرها.
اونا ضرب میکردن بعدم تکثیر میکردن، تمام ایران در یک روز مطلع میشد. گسترش نفوذ آیت الله خمینی در میان ایرانیان به نظر مهندس بازرگان دلیل دیگری داشت و آن استبداد شاه بود. یه وقتی شاید 2 سال به پیروزی انقلاب مونده، اون موقع که جوش و خروش در مملکت شروع شده بود، یعنی مبارزه راه افتاده بود و کم و بیش هم اشخاص ادعای ریاست و رهبری میکردن. خبرنگار یکی از روزنامه‌های انگلیسی یه روز با بنده مصاحبه‌ای داشت، گفت که پرسید که آیا رهبر این مبارزات، از اون موقع مسئله صحبت انقلاب نبود، این اسم هنوز گذاشته نشده بود، رهبر این مبارزه و این حرکت و نهضت شما هستید یا یه اسم یه آقای دیگر بود یا اون آقا؟ گفتم نه ایشونم نه بنده، این مبارزات 2 تا رهبر داره، یه رهبر مثبت یه رهبر منفی. رهبر مثبتش آقای خمینی، رهبر منفیش هم اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی که با ظلمها و ستمها و رفتارهایی که کرده و با تجربیات و اعمالش و با ساواکی که عامل اوست، مردم رو ناراضی و ناراحت و در وضع گرفتاری و سختی انداخته، به طوری که همه رو در حول این محور دشمنی با او و از بین رفتن او، یعنی علیه استبداد متحد کرده. و این روحیه و وضع اون زمان ایران بود که مردم بعد از گردش روزگار به این نقطه رسیده بودن و آقای خمینی هم به این نقطه متوجه شدن و پیوستن که بله فعلا در رأس و اساس تمام بدبختی های ما و گرفتاری های ما استبداده. پس مادامی که استبداد باشه در مملکت، مادامی که ملت حاکم نباشه، استقلال و آبادی و امنیت و آقایی و اینا رو نداریم. این شانس بزرگ ایران بود و بزرگترین واقعه این بود که وحدتی در حول و حوش این محور پیدا کردن. سیاستمداران ملی همیشه خود را رهبر بلا منازع مخالفان سیاسی شاه می دانستند و این بار هم به گفته دکتر کریم سنجابی آنها تصور می کردند که نهایتاً خود آنها خواهند بود که نهضت مخالفان شاه را رهبری خواهند کرد. نغمه مخالف که از طرف میلیون از یک طرف، به امید این که بتوانند حکومت ملی صالح بود بیارن و روحانیون وعده هایی که می دادن وعده های غیر می دادن. خمینی وقتی ازش می پرسیدن می گو آخوند اهل حکومت نیست، واقعا مقیده شاید در این داشت. از طرفی هم اینا همه این مجموعه که می شود گفت دلائل سیاسیست، دلائل اقتصادیست، دلائل اجتماعیست و سیاست خارجیست، دست به هم داد و بالاخره جریان حکومت ایران به این کیفیت تحول پیدا. به گفته بنی صدر نفوذ مذهب در میان جوانان و دانشجویان بلاشک به رهبری آیت الله خمینی کمک بسیار کرد. طی سالهای قبل در واقع این دستخونده های جدید ایشون رو به عنوان یک رهبر روحانی در داخل و خارج کشور جا انداخته بودن، بس یه مقدارش ناشی از این مسئله بود، یه مقدار دیگرش ناشی از، یعنی مهمترین قسمتش ناشی از استبداد شاه بود، برای اینکه تمام صداها رو انداخته بود، یک صدایی که به همه ایران میرسید صدای مرجعیت بود و چون او در مخالفت با اون رژیم قاطع بود و هیچ به سلام مثل بقیه تمجمج نمی کرد و با صراحت مخالفت می کرد، جامعه که آماده بود از اون وضعیت خودشو بکشه بیرون طبیعتاً یک سخنگوی می خواست و این موقعیت رو 90% اون رژیم سابق برای ایشون فراهم کرده بود. گذشته از مسئله رهبری مخالفان، به گفته حاج محمد شانه‌چی فعالیت سیاسی زیر پوشش مذهب آسان تر بود. روحانیت اون زمان ساواک و حکومت یک مقداری حریم براش نگه می داشت. حرفای من همین جور بود، می گفتم آقا من یک متدینم، یک مسلمانم، ایرانیم و من برای دفاع از دینم دارم کار میکنم. در حقیقت دفاع از دینم بود، واقعا دروغم من نمی گفتم، ولی دفاع از وطن و دین هر دو بود و مخالفت با حکومت ظلم و جور بود. ولی من برای استتار، برای اینکه به اصطلاح خودم حفظ کنم، میگفتم آقا دفاع از دین میکنم. از سوی دیگر به گفته داریوش و همایون، تا مدت‌ها دستگاه حکومت شاه متوجه ابعاد و اثرات تشکیلات مذهبی نبود.
من احتمالاً باید بگم اوایل حکومت آموزگار که خودم در اون حکومت بودم، در یک جلسه اظهار نگرانی کردم. خود من اتفاقاً این صحبت رو کردم که چه خبره که این همه مسجد داره در همه ایران باز میشه. نه اینکه مسجد چیز بدی است، ولی چه شده که ناگهان مسجد مثل قارچ از زمین سبز میشه. بعد وقتی که دانشگاه ها باز شدند، یعنی در پاییز سال 56، این که گروه بزرگی از دختران دانشجو با چادر و حجاب اسلامی سر کلاس ها رفتند، این یک نگرانی دیگر افزود که چه خبر شده. محال از اواسط از میانه های سال 56 پیدا بود که نیروی مذهبی داره قدرت میگیره و یکی از ارکان اصلی قدرت مذهبی و تشکیلات آنها، آنچنان که حاج محمد شانهچی میگوید، در بازار بود. اغلب هیئات مذهبی که در بازار بود، گویندگان همین طلبه های جوان، آخوندهای جوان مثل آقای خامنه‌ای و رفسنجانی و دیگران و مهدوی کنی و اینا می آمدن سخنرانی میکردن و اینها روی هم رفته آگاهی به مردم میدادن، مردم آگاه میکردن، بیدار میکردن، روشن میکردن. مضافن که گروه های سیاسی مثل فدایان خلق و مجاهدین خلق و جبهه ملی و سایر گروه های سیاسی، نشریات و اعلامیه ها و این چیزها خیلی در تنویر افکار بازاری ها مؤثر بود، خیلی مؤثر بود. در چنین جوی بود که سید مصطفی فرزند ارشد آیت الله خمینی در نجف درگذشت و آگهی تسلیتی که به این مناسبت در مطبوعات تهران چاپ شد به امضای بسیاری از روشنفکران، روحانیان، بازاریان و دانشگاهیان رسیده بود. داریوش همایون میگوید این امر فرصتی برای ابراز مخالفت سیاسی علیه شاه ایجاد کرد. پس از مرگ پسر خمینی، اون مجلس یاد بودی که براش در مسجد ارگ برگزار کردن نقطه تجمعی شد برای همه قشرهای پیشرو و لیبرال و آزادی خواه و جبهه ملی و چپ و نمیدونم هر چی که بود غیر از نظام حکومتی. چهره های برجستش اونجا ظاهر شدن. پیدا بود که رهبری مذهبی توانسته است که همه اینها رو جمع بکنه و بسیج بکنه. آنچنان که در جو پر از بدگمانی آن روز ایران معمول بود، بسیاری سازمان امنیت را در مرگ سید مصطفی خمینی دخیل می دیدند. اما ابوالحسن بنی صدر می گوید که خود آیت الله هرگز این موضوع را تصریح نکرده است. مصاحبه هم باش کرد، دوتا مخبر از فرانسه رفته بود و همین سوال کردن، تصریح نکرده بود که به نظر او این است که پسر او رو سواک کشته. البته اطرافیانش گفتن اون وقت مرسوم بود دیگه، هر کس میمرد به هر دردی مقصر سواک بود و رژیم سابق، چنان که طبیعتا در هر استبداد اینجوره. ادامه مجالس ترحیم برای سید مصطفی خمینی تبدیل به مجالس تجلیل از آیت الله خمینی شد. حاج محمد شانهچی درباره این مجالس چنین میگوید: این جریان سیاسی بود، نه که در گذشته پسر آقای خمینی اینقدر جنجال به ذاته بپا کنه، چون مردم دنبال یک مستمسکی، یک علتی میگشتن که یک تظاهراتی بکنه، یک جریانی راه بیندازن. فوت پسر آقای خمینی یک موضوعی بود که بسیار عالی بود برای جنجال بپا کردن، کار را انداختن، حرکت ایجاد کردن. پسر آقای خمینی وقتی که مرد به عنوان مجلس ترحیم آمدن جلسه مجلس ترحیم گذاشتن، البته جلسات متعدد که او جلسه شب چهلومشون بود که ظاهرن آقای فلسفی منبره و آقای مهندس بازرگان گذاشته بودن جلسه ره. آقای مهندس بازرگان و دوستاشون جلسه ره گذاشته بودن در مسجد جمعه که اون روز خیلی هم شلوغ شد و بعدم پلیس ریخت و یک دیرم گرفتند و یک دیرم بردند و رفتن. منظور اینه که ذات فوت آقای مصطفی این محرک نبود ها، خود مردم دنبال یک دلیلی، یک مستمسکی میگشتن که یک کاری بکنن. این فوت پسر آقا خمینی از همه بهتر بود، خیلی خوب بود، خب اون ازش استفاده کردن و بهره برداری کردن. و به گفته بنی صدر، اقبال مردم برای شرکت در مجالس ترحیم و تجلیل به آیت الله خمینی فرصتی دیگر داد تا بر حملات خود علیه حکومت شاه بیفزاید. اولا بگم به شما که این نگرانی داشت که مردم مثلا پیروی نکنند. دلیلش هم این است که در سالهای 50 توی جامعه پایین رفته بود. دو سه سالی تا سال حتی 54 اون وقتا خیلی افت کرده بود، مثلا اعتبارش تو جامعه ایرانی پایین آمده بود.
پس این نگرانی رو داشت که نکنه حرفی بزنه که جامعه پیروی نکنه. اون وقت وقتی دید که اون فاتحه ها شد و اون ترتیب اقبال عمومی دوباره دلگرم شد. بعد که مردم راه افتادن و به حرکت افتادن، این اولین اعلامیه‌اش در آمد. استقبال مردم بر تندی لحن آیت الله خمینی افزود و در اینجا بود که آیت الله خواستار سرنگونی دودمان پهلوی شد. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.